از تهران گزارش شده که پلیس برای چندین مغازه فروش لوازم و غذای حیوانات خانگی اخطاریه پلمب صادر کرده. در این اخطاریه به پت شاپ ها اعلام شده که به دلیل فعالیت بدون مجوز 10 روز فرصت دارند تا کالاهای ضروری و فاسد شدنی را از واحد کسب خود تخلیه کنند. رئیس اتاق اصناف تهران خواستار لغو پروانه کسب این واحد های صنفی شده بود. واکنش های چند بیننده بی بی سی فارسی به این دستور رو با هم دیگه بشنویم. الان تهیه غذا فوق العاده برام سخت شده و هزینه گزافی داره و اینکه واقعا من موندم الان با این برخورد هایی که میخوام بکنم به کجا میرسن. اینقدر هزینه نگهداری حیوانات زیاد شده که من خودم با چشمام دیدم که خیلی ها حیواناتشون رو رهاسازی کردن بخاطر که از پس هزینه هاش بر نمیان. این همه مشکلات ما داریم توی کشورمون، به جای اینکه بیان اینایی که دارن دزدی میکنن، اینایی که دارن رشوه میگیرن، این قاضیایی که رشوه میگیرن و بیان اینا رو بگیرن، زورشون رسیده به 4 تا سگ و گربه و کسانی که سگ و گربه دارن. جدا از مشکلات اقتصادی جامعه که هر روز کالاها گران و گرانتر میشن، با اعمال قانون ممنوعیت واردات غذای حیوانات هم غذا و هم محصولات حیوانات 2 یا 3 برابر گرانتر شده. یه سری از کالاها کلا نایاب شدن، مثل غذای آلرژیک، غذای سافت، اینقدر توی انبار موندن که اون حالت اولیه‌شون رو از دست دادن. با بستن پچاپ‌ها حکومت نمیتونه نیاز یک قشر قابل توجه از جامعه که هر روز بیشتر و بیشتر میشن رو نادیده بگیره و انتظار داشته باشه آدمایی که حیوانی رو دارن اونو توی کوچه بذارن یا اینکه حیوانی رو نپذیرن. به خاطر اینکه فرض محال بر این میگیریم که حتی یک باکس غذا وجود نداره، کسی که حیوانی رو داره یا حیوانی رو میخواد بپذیره میتونه خودش غذا رو آماده بکنه و اون پروتئین و ویتامین کافی رو به بدن حیوانش برسونه. اینجا بزرگترین ضرر رو پچاپ ها میکنن به خاطر اینکه یک یا چند نفر اومدن کسب و کار جدیدی رو زدن، یه درسی خوندن و حالا حکومت نون اینها رو میبره و بیکارشون میکنه و به بیکاران قدیمی که در سطح شهر هستن اونا رو اضافه میکنه. از طرف یه سری نمیان این پروسه رو قبول میکنن، به صورت زیرزمینی کاراشون رو ادامه خواهند داد. صدای شماری از بینندگان بی بی سی فارسی بود که نظرات خودشون رو با ما در میون گذاشته بودند. دکتر پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان و بیمارستان دامپزشکی تهران از ایران با ما هستند. آقای محبی، مسئله نگهداری از حیوانات خانگی گاهی حساسیت برانگیز بوده. این اخطاریه‌ای که داده شده دلیلش مسئله مجوز و مسائل حقوقیه یا اینکه برمیگرده به همون حساسیت؟ من فکر نمی کنم که، البته اجازه بدیم دیروز 14 مهر بود، من 14 مهر روز دامپزشکی رو همه بستندگان دامپزشکی کشور تبریک بگم. من فکر نمی کنم این مسئله برگرده فقط به در واقع این که بخوان جلوی حیوانات خانگی رو بگیرن. به هر حال منم اینو قبول دارم که یه صنفی تشکیل شده بدون هیچ داشتن هیچ صنفی و هیچ در واقع ارگانیزیشنی برای اینا، و در واقع خب وقتی ارگانیزیشن نباشه، نظارت نباشه، ممکنه تخلفهایی صورت بگیره. هرچند که ما بدون داشتن پچاپ یا حالا فروشگاه های لوازم خانگی، چون پچاپ جایی که حیوان میفروشن، نشنن اینا فروشگاه لوازم هست، در سیستم خودمون کلینیک ها، بیمارستان ها و داروخونه های دامپزشکی رو داشتیم که دارن الان هم این لوازم رو ارائه میکنن. سلمانی که در ایران مثلا پرنده فروشی سابقه بسیار طولانی داره، غذای پرنده هم همینطور و لوازمی که مربوط به نگهداری پرنده می شده، این گروه جدید، این صنف جدیدی که شما اشاره کردید هنوز رسمی نیستند، چرا نتونستن یه جایگاهی پیدا بکنن علی‌رغم این سابقه؟ خب ببینین، دنیای حیوانات خانگی من میتونم اینجوری تشبیهش کنم که یه دنیای موازی دنیای ما آدم ها. این حیوان ها برای خودشون همه چی دارن، مثلا غذا دارن، دارو دارن، مکمل دارن، وسایل بازی دارن، لباس دارن، هم خونه دارن، همه اینا رو دارن. و واقعا اینو بخوایم ساماندهی کنیم توی یه دونه صنف یه ذره سخته. 2-3 تا صنف مختلف مثل حالا مرغ و ماهی فروشا یا دارو و لوازم و سم گیاهی فروشی اومدن و خواستن بیان اینجا، در واقع به خاطر اون منافع مالی که وجود این صنف برشون ایجاد میکرد سعی کردن که بیان مثلا بشن متولی این صنف، ولی خیلی
منطقی نبود این مسئله. به نظر من در حال حاضر با توجه به اینکه این فروشگاه‌هایی که میخوان بیان لوازم حیوانات خانگی رو بدن، برای اینکه دوچار خسران نشه کسی که ازشون خریداری میکنه و تخلفی شاید صورت نگیره، بازم من تاکید میکنم بهتره که در قالب همون داروخونه های دامپزشکی که از قدیم در تهران مجوز داشتن اینا ساماندهی بشن. تو داروخونه دامپزشکی یه دامپزشک حداقل وجود داره که بتونه هم توصیه دارویی درست بکنه، همین که از خرید اشتباه افراد جلوگیری کنه. مضافاً این که اگه که مثلا مداخله درمانی چیزی هم صورت نگیره، چون به هر حال واقعا یکی از تخلفاتی که تو پچاپا صورت میگرفت مداخله های درمانی و شاید واکسن زدن ها بود. من میگم ما سابقه اینجور تنش ها رو مثلا راجب کافینت ها هم یه حدود 15 سال پیش تو ایران داشتیم. صنف جدید بود که به وجود اومده بود و در واقع فکری براش نشده بود و به نظر من متولی های اقتصاد کشور باید راجب این مسئله فکر کنن. خب اشاره کردید که باید فکری به حال این موضوع بشه. اخطاریه پلیس و بستن واحد های کسب و کاری مثل این چاره کار هست؟ ببینیم تا زمانی که راهکار پیدا نشه، رفتن و بستن فقط فضا رو زیرزمینی میکنه. یعنی چی؟ یعنی الان افراد رجوع میکنن به سایت های مجازی تو اینستاگرام، تو مثلا تلگرام، خیلی ها دارن لوازم و غذا میفروشن و از این اتفاقا بدون اینکه پلیس بتونه نظارتی داشته باشه. من قبول دارم که امنیت غذا، امنیت بهداشتی کشور هم مهمه، ولی واقعا فشارهای اینجوری ضربتی اومدن و وارد شدن و بستن جز این که مسئله رو زیرزمینی کنه اتفاقی نمیفته. یکی از شنونده های شما یه پیغام گشته بود که گفته بود قیمت غذا 3-4 برابر شده. ایشون کاملا درست میگن. از وقتی که واردات غذای حیوان ممنوع شد، الان غذا داره به صورت قاچاق وارد کشور میشه و خیلی‌ها دارن تو فضای مجازی اینا رو عرضه میکنن و چندین برابر قیمت واقعیش. یعنی اون کسی که متضرر شد، اون میزان عرض بازم داره از مملکت خارج میشه. اون کسی که متضرر شد فقط مصرف کننده داخلی بود. ممنونم از دکتر پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان و بیمارستان دامپزشکی تهران.